روز چهارشنبه در یک چاره‌بینی ضد تعقیب سیاسی در میدان سرخ مسکو، مقامات روسیه چهار فعال جمعیتی و یک خبرنگار را بازداشت کردند. فعالان شعاری را باز کردند که در آن آزادی به نوالنی و حبس پوتین طلب می شد. ما به اینجا آمدیم تا موقع خود را آشکار کنیم. از هماهنگسازی این گرد همایی ها بیزار شدیم. الکسی نوالنی یکی از رهبران مخالفین حکومت روسیه به مدت 2.5 سال از آزادی محروم شده است. مقامات روسیه او را به نادیدگیری طلبات حبس شرطی گناهکار کردند. جانبداران نوالنی میگویند مقامات برای بستن دهان دیگر اندشان از قانون سوء استفاده میکنند. مجله معتبر بریتانیایی تایم نام نوالنی را در میان 100 فرد مؤثر عالم در سال 2021 جای داده است. در این مجله قهرمان شاهمات جهان گاری کاسپاروف درباره نوالنی مقاله نوشته گفته است که سال روان او کاری غیر قابل تصور را اجرا کرد. ماه ینور سال 2021 نوالنی بعد معالجه‌اش از زهرآلودشوی با گاز کشنده از آلمان به روسیه برگشت. به قول نوالنی، افسران امنیتی پرزیدنت خودکامه ولادیمیر پوتین مسئول زهرآلودشوی او هستند. کاسپاروف گفته است نوالنی یگانه مردی میباشد که از چیز ترس ندارد. امسال مجله تایم پوتین را در رویخط 100 فرد مؤثر عالم جای نداده است. این مجله سال 2007 پوتین را مؤثرترین شخصیت سال نامیده بود.